قلعه مالویل نوشته روبر مر ترجمه محمد قاضی. به دوست عزیز و دانشمندم ابوالحسن نجفی که ترجمه این کتاب را به او مدیونم، محمد قاضی. 1. در دانشسرای مقدماتی استادی داشتیم که عاشق قطعه مادلن در کتاب پروست بود. پانویس مارسل پروست، نویسنده فرانسوی 1871-1922 و مؤلف رمان معروف در جستجوی زمان گمشده، که یادی است از خاطرات گذشته نویسنده و تحلیلی از احساسات خود او و معاصرانش. ماجرای این رمان تقریبا از اینجا آغاز می شود که روزی راوی داستان در حین خوردن یک قطعه شیرینی به نام مادلن که آن را در جوشانده ای فرو می برده و به دهان می گذاشته است، به یاد عین همین وضع در کودکی خود می افتد و از آنجا می کوشد تا گذشته خود را یادآوری و بازسازی کند. مترجم ادامه متن. من به راهنمایی او آن اثر مشهور را با تحسین و اعجاب تمام مطالعه کردم، اما امروز وقتی پس از مدتها دوباره به آن مراجعه می کنم، می‌بینم که آن نوشته شیرین به نظرم بسیار خشک و تصنعی می‌آید. آری، من خوب می‌دانم که چه بسا طعم یک خوراکی یا یک نغمه موسیقی خاطره لحظه‌ای از گذشته را به طرزی بسیار زنده به ذهن شما باز می‌گرداند، ولی این فقط برای چند ثانیه است. جرقه کوتاهی می‌زند، باز پرده می افتد و زمان حال لامروت همچنان رو در روست. وای اگر بازیافتن تمامی گذشته در یک تکه نانشیرینی وارفته در جوشانده ای حقیقت می داشت، چقدر لذت بخش بود. من از آن جهت به فکر مادلن پروست افتادم که روز گذشته در ته کشو میزی یک بسته توتون خاکی رنگ بسیار بسیار کهنه که گویا متعلق به عمویم بوده است پیدا کردم و آن را به کلن دادم. او خوشحال از این که پس از مدتها زهر محبوب خود را پیدا کرده است، پیپش را از آن پر می کند و کبریت می زند. من همانطور که مشغول است نگاهش میکنم و از همان پکهای اولی که بوی آن در مشامم میپیچد، عموجان و دنیای گذشته در ذهنم زنده میشود، چنان که نفسم در سینه میگیرد. اما به طوری که گفتم مدت آن بسیار کوتاه بود و کلن مریض شد، یا به این علت که سم بدنش زیادی خارج شده بود یا توتون خیلی کهنه بود. من به پروست قبطه می‌خورم. او برای بازیافتن گذشته خود بر زمینه محکمی تکیه می‌کرد، یعنی بر حالی مطمئن و آینده‌ای مسلم. اما برای ما زمان گذشته دو بار گذشته است و عمر از دست رفته دو بار از دست رفته است، چون با گذشت عمر دنیایی را هم که عمر در آن می‌گذشت از دست داده ایم. در میانه شکستی افتاده و در پیشرفت قرون به جلو وقفه‌ای روی داده است، چنان که دیگر نمی‌دانیم در کجای زمان هستیم و آیا باز آینده‌ای خواهد بود. بدیهی است که ما می‌کوشیم تشویش خود را در لفافی از کلمات از خود پنهان کنیم. ما برای بیان آن شکستگی از استعاره استفاده می‌کنیم. بدون از قول میسونیه که همیشه قدری قلدرمآب است
آن روز را روز بزرگ نامیدیم، اما این تعبیر حالتی بیش از حد خشن و جنگی داشت. ناچار به خاطر دل لامنو و احتیاط روستایی او تعبیری مؤدبانه تر اختیار کرده ایم و آن روز واقعه است. آیا می توان خوابی ملایم تر از این دید؟ پانویس روز بزرگ یا روز جزا به طور مطلق کنایه از روزی است که در جنگ جهانی دوم متفقین در سواحل فرانسه نیرو پیاده کردند و جبهه دوم را گشودند. در اینجا منظور نویسنده روزی است که به زعم خودش در یکی از سالهای 1980 جنگ اتمی در گرفته و دنیا کن فیکون شده است. توضیح بعدی: لامنو، کولن، مسیونه و پسو از قهرمانان همین کتابند که در صفحات بعد بیشتر با آنان آشنا خواهیم شد. توضیحات مترجم، ادامه داستان. و باز با کلمات است که ما نظمی در این بلبشو به وجود آورده و حتی پیشرفت طولی زمان را از نو برقرار ساخته. بنابراین میگوییم قبل روز واقعه، بعد. این هاست حقه های زبانی ما و این حقه ها به تناسب قدرت فریبکاری خود احساس امنیتی به ما می‌بخشد، زیرا کلمه بعد در این حال هم زمان حال نامعلوم ما را تعیین می‌کند و هم آینده مشکوک ما را. ما بدون مادلن و بدون حلقه‌های دود پیپ هم اغلب به دنیای قبل می‌اندیشیم. هر کس در گوشه‌ای که هست، در گفتگو نیز هر کدام نوعی نظارت بر دیگری اعمال می کنیم. اما چون این برگشت ها به عقب چندان به حال ادامه حیات ما مفید نیستند، از تکرار آنها اجتناب می ورزیم. لیکن در تنهایی موضوع فرق می کند. هرچند سن من تازه از 40 گذشته است، از روز واقعه به بعد مثل پیر مردها کم کم دچار بیخوابی شدم. ناچار شبها به یادآوری می پردازم. من این فعل یادآوری را بدون مفعول صریح به کار می برم، چون مفعول از امشب تا به شب دیگر تغییر می کند و برای توجیه این از خودرضایی در نظر خودم به خود می گویم که چون دنیای قبل جز در ذهن من وجود ندارد، اگر به فکر آن نیفتم دیگر وجود نخواهد داشت. اندک وقتی است که تشخیص می دهم دو نوع خاطره وجود دارد: خاطره تصادفی و خاطره عادی، و بالاخره تفاوت بین این دو خاطره را فهمیدم. خاطره عادی آن است که به من کمک می کند تا از هویت خود مطمئن شوم و در دنیای بعد که همه شاخصها در آن از بین رفتند، من به این اطمینان بسیار نیاز خواهم داشت. و کاری که من روی هم رفته در این شبهای بیخوابی می کنم، در این بیابان برهوت، در این ریگهای روان، در این گذشته که دو بار گذشته است، این است که جا به جا فانوس نصب می کنم تا مطمئن شوم که راه گم نخواهم کرد. و وقتی می گویم راه گم نکنم، این منظور نیز در آن مستتر است که هویت خود را گم نکنم. سال 1948 یکی از این مرز هاست. من 12 سال دارم و به این افتخار وصف ناپذیر نائل آمدم که در امتحان نهایی بخش قبول شده و رتبه اول را احراز کردم و در آشپزخانه گرانج فورت در پشت میز نهارخوری میکوشم به پدر و مادرم بقبولانم که
اراضی بایر ملک خود را آباد کنند، پیشنهادی که به ظاهر حاکی از عقل سلیم است. از 45 هکتار زمینی که داریم، مثل همه که در اینجا صاحب ملکند، بیش از 10 هکتار آن مرتع و کشت زراعی نیست، بقیه دار و درخت است، آن هم دار و درخت بی مصرف، خاصه در حال حاضر که دیگر کسی بلوط نمی چیند و شاخه برای چلیک سازی نمی کند. پدر و مادرم کمتر به حرف من گوش می دهند، چنان که انگار دارم با کلوخ حرف می زنم. از قضا به رنگ کلوخ هم هستند، چون رنگ مو و رنگ پوستشان گندمگون است. من هم مثل ایشان هستم، جز اینکه چشمان آبیم را از عمویم به ارث بردم. حالا که من آن صحنه دورنما را با چشمان دوران پختگیم دوباره می‌بینم، به گمانم آن را بهتر درک می‌کنم و بسیار ناخوشایند می‌یابم. مثلا مادرم که زنی جیغجیغو و وراج است، ای به همه آدم‌های معمولی بی استعداد را دارد، یعنی جواب هر حرفی را با ناسزا می‌دهد. چه دستاویز ساده‌ای برای آدم‌هایی که مقید به آداب سنتی هستند. وقتی همه چیز ناجور است، چرا آدم بی خود زحمت بکشد؟ پیشنهاد من دایر به آباد کردن اراضی مایه رنجش او می‌شود و با پوزخندی جواب می‌دهد: با کدام پول؟ پول کرایه بلدوزر را تو می‌دهی؟ علاوه بر این که لحن صحبت او توهین‌آمیز است، من خوب می‌دانم که در دفترچه پسنداز خانواده مبالغی است که ماه به ماه از ارزش آن کم می‌شود. من از آنجا می دانم ارزش آن پول رو به نقصان است که عمویم آن را برای من توضیح داده است و من هم به نوبه خود برای ایشان توضیح می دهم، بی آن که اسمی از عمویم ببرم. احتیاط بیهوده است. پدرم گوش می دهد اما لب از لب نمی جنباند. دلایل من بار دیگر مادرم را از کوره به در می کنند. روی کله سفت و کموی او می لغزند و به مغزش برو نمی روند. به من حتی نگاه هم نمی کند و بیان که مرا دیده بگیرد، خطاب به پدرم می گوید: این پسره لنگه برادرت ساموئل مغرور و از خود راضی است و همش می خواهد دستور بدهد. از وقتی هم که تصدیق ششش را گرفته، کلش مثل کدو پوک شده است. دو خواهر کوچکتر من، پولت و پلاژی، پک میزنند به خنده و من از زیر میز به پای آن که نزدیکتر به من نشسته است چنان لگدی میزنم که صدای زوزش بلند میشود. مادرم از این پیش آمد نتیجه میگیرد که به علاوه بسیار هم سنگ دل است. و درباره سنگدلی من در تمام مدتی که خوردن دو بشقاب سوپ با شراب به طول می انجامد بحث می شود. چون مادرم نبوغ حسابگری دارد. با هر خطای تازه‌ای همه خطاهای گذشته من مو به مو بازگو می شوند و اینکه از بابت آنها تنبیه شده باشم هیچ تغییری در اصل قضیه نمی‌دهد. جنایات من که نه هرگز از یاد می‌روند و نه بخشوده می‌شوند، همیشه همان وزن و اهمیت خود را دارند. علاوه این تکرار مکررات همراه با صحنه‌های نن من غریبمی است که من از آن بیزارم. بدجنسی است در لفافه نرمش. پلاژی زوزه می کشد و پولت که من اصلا به او دست نزده ام زنجمویه می کند. ناگهان چشمه دیگری نشان می دهند. پلاژی دامن پیراهنش را بالا می زند و استخوان ساق پایش را نشان می دهد که سرخ شده است. شکوه مادر به صورت جیغ و داد اوج می گیرد و به پدرم می گوید:
منتظر چه هستی سیمون؟ چرا یک کشیده تو گوش پسرت نمیزنیم؟ چون لابد من پسر پدرم هستم و پسر او نیستم. پدرم سکوت میکند. نقش او در این خانه همین است. مادر که زیر بار دلیل و برهان نمیرود و با هر منطقی بیگانه است، هرگز کمترین وقعی به گفته او نمیگذارد و تنها با همین صفت پرحرفی خود کار او را به سکوت بلکه به بندگی کشانده است. نشنیدی چه گفتم سیمون؟ من کارد و چنگال را زمین میگذارم، نشیمنم را از روی صندلی بلند میکنم و آماده میشوم تا از برد سیلی پدر کنار بکشم. محازا پدرم تکان نمیخورد. فکر میکنم که او احتیاج به شهامت دارد، چون باید خودش را برای امشب آماده کند تا در بستر زناشویی موعظه‌ای بشنود که در آن همه تقصیراتش را برای چندمین بار به رخش بکشد. اما این شهامتی بزدلانه است. من عمویم را دیدم و چه صحنه تحسین انگیزی، که از جا بلند شده، بر سر زنش داد زده و او را له و لورده کرده است. زن او خیلی به مادر من شبیه است، چون دو برادر دو خواهر را به زنی گرفتند. از خودم میپرسم زنهای این خانواده چه مرگشان است که همه خشک و خشن و جیغ جیغو و پشمالو هستند. خاله تا به آن کتک را نیاورد و در 40 سالگی بر اثر بیزاری از زندگی جان داد. عمو جبران مافات کرد، بدین معنی که افتاد به دنبال زنهای جوان. من هیچ ملامتش نمی کنم، چون خودم هم از وقتی که مرد شدم از این کارها کردم. دیگر خاطرم جمع شده است، چون نه از طرف پدر کشیده ای به طرفم حواله شده، نه از طرف مادر. البته مادر بیمیل نیست مرا سیلی بزند، ولی من تازگی ها یک هیله دفاعی به کار میبرم و آن اینکه با آرنجم سپری میسازم که بی آن که از حدود ادب ظاهری خارج شوم ضربه دست او را خونسا میکنم. هیله من خیلی هم دفاعی نیست، چون بازویم را به شدت به دست مادر میکوبم. مادرم پس از لحظه تفکر میگوید تو از سهم نانشیرینی دسر محروم خواهی بود. این تنبیه به تو حالی خواهد کرد که اذیت کردن این دخترهای بیچاره چه مزه‌ای دارد. پدرم نوک زبانی تتپتهی میکند، ولی بیش از آن چیزی نمیگوید. من با غرور تمام سکوت اختیار میکنم و با استفاده از فرصتی که پدر دماغ آویزانش را روی بشقاب غذایش پایین می آورد و مادر برای برداشتن آش شل قلمکاری که از روز پیش نم نمک روی چراغ خوراکپزی می جوشد از جا بلند می شود، من شکلک زننده ای برای پلاژی نقنقو در می آورم. او صدای زوزش را بلندتر می کند و با آن زبان الکنش از نگاهی که به او کرده ام شکایت به مادر میبرد. من در حالی که چشمان معصومم را دوره میگردانم، معصوم به قوه 2، چون چشمهای من آبی هستند، میگویم یعنی چه؟ حالا دیگر حق ندارم به تو نگاهم بکنم؟ سکوتی برقرار میشود. من تظاهر می کنم به اینکه دارم آن آش 7 جوش مادر را مزمزه می کنم. حتی کار جسارت را به جایی می رسانم که از قبول اضافه سهمی که حسب الوظیفه به من تعارف می کنند امتناع می برزم و در حینی که همه دارند شکمچرانی می کنند، من به تصویری که بالای گنجه به دیوار آویخته و از گوه مگس سیاه شده است خیره خیره نگاه می کنم. تصویر بازگشت پسر مبذر را نشان می دهد. پانویس
بازگشت پسر موزر اقتباس از یکی از قصه های تورات که پسر ولخرج سهم خود را حیف و میل می کند و به خانه پدری باز می گردد و با این وصف از او با آغوش باز استقبال می شود. نقاشان متعددی از این قصه الهام گرفته و تابلو ساختند که معروفترین آنها تابلو رامبراند در موزه لنینگراد و تابلو گروز در موزه لوور است. توضیح مترجم ادامه داستان. پسر عاقل در گوشه ای از تصویر با لب و لوچه آویزان دیده می شود. من خطایی متوجه او نمی بینم، چون به او که هیچ وقت از زحمت کشیدن برای پدرش کوتاهی نکرده است یک بره کوچک هم ندادند تا با رفقایش سوری راه بیندازد. اما برای این پسره کسافت که پس از حیف و میل کردن سهم دارایی خود با فاحشه ها باز به مزرعه برمیگردد، بی معطلی گوساله چاقی سر می برد. در حالی که از قیز دندان بر هم می فشارم به فکر فرو می روم. عیناً نقل من است و خواهرانم. هر دو لشند و بیکاره و احمق و با این وصف مادر همیشه لوسشان می کند. به سر و تنشان ادکلن می پاشد. گیسوانشان را شانه می زند و با فر حلقه های خوشگلی به موهاشان می دهد. چنان پوزخندی می زنم که کسی نشنود. یک شنبه گذشته من پاورچین پشت سرشان را افتادم و روی حلقه های قشنگ زلفشان تار عنکبوت گذاشت. همین یک خاطره خوش کافی است که من تسلیم یأس و دلسردی نشوم. ضمن اینکه چشمم از عکس بچه مبذر آویخته به دیوار تا به کیک زردآلویی که بوی خوش آن را استشمام می کنم و حاشیه طلایی رنگ آن را روی گنجه تشخیص می دهم برود می آید. در این لحظه مادر با تبختر خاصی از جا بر می خیزد و ظرف کیک را روی میز درست جلوی چشم من می گذارد. من فوراً بلند می شوم و در حالی که دستهایم را توی جیبم گذاشتم به طرف در می روم. پدر با صدای دورگه آدم هایی که کم حرفند می گوید: آهای، مگر تو سهم کیکت را نمیخواهی؟ این نقض دستور خیلی دیر شده است و پدر از این بابت هیچ منتی بر من ندارد. من بیان که دستایم را از جیبم در بیاورم سر برمیگردانم و در همان حال که یکوری ایستادم به لحنی خشک و بی‌اعتنا میگویم: گرسنه‌ام نیست. مادر فوراً به حرف میآید و میگوید: این چه طرز حرف زدن است با پدرت؟ دیگر نمیمانم که به بقیه ی حرفایش گوش بدم، چون میدانم که دنبالش تمامی ندارد. حتما سهم کیک پدر را هم حرام میکند، همانطور که سهم مرا از بین برد. از اتاق به حیات گرانج فورت می روم و با مشت‌های گره کرده در جیب به قدم زدن می پردازم. در مالژاک مردم می گویند که پدر من آدم خوبی است، به خوبی نان خاصه. درست همینطور است، فقط مغز خمیریش زیاد است و قشر برشتش کم. با خشم و تلخکامی به فکر فرو می روم. غیر ممکن است بتوانم یک بحث جدی با این زنکه ی خر داشته باشم. این درست همان اصطلاحی است که به کار می برم. او مرا خار و نحیف می کند. مرا ملعبه دست این خواهرهای احمقم می کند و از همه بالاتر اینکه تنبیهم می کند. موضوع کیک عقده‌ای شده است روی دلم، نه به خاطر خود کیک بلکه به علت تحقیری که شده ام. با مشت‌های گره کرده در جیب در عرض و طول حیات قدم می‌زنم و سینه‌ام را که از همین حالا پتوپن شده است و
فیس و افاده جلو میدم. محروم کردن شاگرد اول امتحانات نهایی بخش از سهم نانشیرینی دسر. این دیگر آخرین قطره است که به کاسه صبر من ریخته می شود و آن را لبریز می کند. توی دلم خودم را می خورم و 30 سال بعد باز می بینم که هنوز آن عقده را به دل دارم. حال وقتی به گذشتم فکر می کنم می بینم که من آن وقتها ادیپ خوبی نبودم و ژوکاست را هیچ خطری حتی در خیال تهدید نمی کرد. توضیح: ادیپ یا ادیپوس پسر پادشاه تبس که پس از سالها دوری از وطن به سرزمین خود باز می گردد، پدر خود را می کشد، معمای ابوالهول را حل می کند، به سلطنت می رسد، ندانسته با مادرش هم خوابه می شود و از او 3 پسر پیدا می کند. آخر چون حقایق برملا می شود، مادرش ژوکاست انتحار می کند و ادیپ چشمان خود را در می آورد و سپس با دخترش آنتیگون تبس را ترک می گوید. سوفوکل شاعر تراژدی سرای یونانی 405-497 قبل از میلاد داستان این شاه نگونبخت را در نمایشنامه منظومی جاویدان کرده است. توضیح مترجم ادامه داستان: من این عقده را خالی می کنم، ولی نه با او، بلکه با آدلائید، بانوی سقط فروش خودم. آدلائید علاوه بر این که خنده شاد دارد و سهل الوصول است، زنی است موبور و چاق و چله، با سینه هایی که آدم را به رؤیا میبرد، با زبانی که چرس کنم خودم را معرفی میکنم، ولی نه با انتساب به پدر، بلکه به عمو، عمویی که با آدلائید سر و سری داشت، چیزی که من آن وقت نمیدانستم. بنابراین من بیان که خودم بدانم در جنب خانواده‌ای که ترکش می کنم یک خانواده واقعی دارم. خانواده دیگری که برای من عزیز است و من شخصا آن را برای خودم درست کرده ام گروه است. این گروه جمعیتی است کاملا سری، مرکب از 7 عضو که من آن را در مدرسه ماجلاک تأسیس کردم، قریه‌ای که 401 نفر سکنه و کلیسایی متعلق به قرن 12 دارد و به نوبه خود پدر آن گروه هم و این روح کار و فعالیت را که پدر و مادر من فاقدند در همه جا اشاعه می‌دهم و در ظاهر آرام و ملایم خود تا بخواهی آدم قرص و جدیم. من تصمیم خود را گرفتم، حال که در اینجا مورد اهانت واقع شدم، به آغوش آن خانواده پناه میبرم. آنقدر انتظار میکشم تا پدرم برای خواب بعد از ظهر به اتاق بالا برود و مادرم در حالی که 2 دختر ناز پروردش به دمش بستند به شستن ظروف سرگرم شود. آن وقت به اتاقک خود می روم. کول پشتیم را که هدیه عموست از اساس خود بر می کنم و همین که سگک آن را انداختم پرتش می کنم روی توده هیزومی که زیر پنجره اتاقم است. قبل از فرار یادداشتی می نویسم و روی میز می گذارم. یادداشت با تشریفات تمام خطاب به آقای سیمون کونت کشاورز مزرعه گرانج فورت مالجاک است. بدین مضمون: پدر عزیزم، من می روم. در این خانه رفتاری که شایسته من است با من نمی شود. می بوسمت. امانوئل. و در آن لحظه که پدر بیچارم در پشت پنجره های بسته اتاقش به خواب رفته است، بیان که بداند که مزرعهش از این پس وارثی ندارد، من در زیر آفتاب گرم، کوله بار بر پشت، رکاب زنان با دوچرخم
به طرف مالویل می روم. مالویل قصر بزرگ قلعه مانندی است متعلق به قرن 13 و نیمه ویران که بر کمرکش کوه سنگی ساحلی سخت مشرف بر دره کوچک رون قد برافراشته است و از وقتی که یک تخت سنگ بزرگ از مزغلهای برج سردر آن بر سر جهانگرد نگونبختی افتاده و او را کشته است، ورود به آن را ممنوع کردند. اداره بناهای تاریخی دو آگهی به آنجا چسبانده و دهدار مالژاک راه منحصر به فرد آن را که از دامنه تپه می گذرد با 4 رشته سیم خاردار بسته است. دیواری از خار غیر قابل نفوذ به طول 50 متر که آن سیمهای خاردار را بدون دخالت دهداری تقویت می کند، هر ساله در امتداد راه قدیمی بین آن کوه سنگی و گردنهی که قلعه مالویل را از تپه محل وقوع 7 چناران ملک عمویم جدا می سازد، بیشتر رشد می کند و انبوه‌تر می شود. همانجاست که به دستور من گروه همه مقررات را نقض کرده است. بچه ها در آن سیم خاردار یک در نامرئی تعبیه کرده و در آن خارهای انبوه و بلند تونلی ساختند که با دادن یک انحنای زیرکانه به دهانه آن مانع دیدن تونل از جاده شدند. در طبقه اول برج سردر قسمتی از کف را که پاک از بین رفته بود دوباره ساخته و با تخته‌های کهنه‌ای که از انبار عمو برداشته و از تیری به تیری میخکوب کردند معبری ایجاد کردند. به این ترتیب توانستند در انتهای تالار وسیع قلعه به اتاق کوچکی دست یابند و مسونیه که در کارگاه پدرش همه کار شده است پنجره‌ای و دری با قفل و کلید به آن انداخته است. برج سردر از آب بیرون است و طاق پوششی آن در برابر حوادث جوی مقاومت کرده است. اساس پناهگاه ما شامل یک بخاری، یک تخت خواب کهنه که روی آن را با کیسه پوشانده ایم، یک میز و چند چهارپایه است. راز ما محفوظ مانده است. یک سالی است که گروه این محل را برای خود ترتیب داده است و بزرگسالان از آن بیخبر ماندند. من خیال دارم تا حین باز شدن مدرسه ها در همین جا گوشه‌گیری اختیار کنم. در سر راه خود موضوع را به کلن رساندم که او به مسونیه برساند و او به پسو و او به بقیه رفقا، البته بدون تدارک توشه و پول نیز راه نیفتادم. بعد از ظهر را در حجره خود می گذرانم و شب و روز بعد را نیست. این کار کمتر از آن لذت بخش است که فکرش را می کردم. ماه ژوئیه است و رفقا به کار مزرعه سرگرمند و من فقط شبها می توانم ایشان را ببینم. جرأت هم نمی کنم که از مالویل بیرون بروم. لابد در گرانجپورت ژاندارم ها را به دنبال من انداختند. سر ساعت 7 در محل گروه را می زنند. منتظر پسوی لنگ دراز هستم که قرار است برای من خاروبار بیاد. قفل در را باز گذاشتم و از روی همان تخت خوابی که با لباس دراز کشیدم و کتابی حاوی ماجراهای خونین در دست دارم به صدای بلند داد میزنم: بیا تو نرخر. عمو ساموئل است. عمو پروتستان مذهب است و اسم مقدس ساموئل را هم از آنجا دارد. اینک عمو جان با قد و قواره طبیعی ملبس به پیراهنی 4 خانه و یقه باز که گردن ورزیدهش را نشان می دهد و یک شلوار کهنه سوار نظام در پا، عمو خدمت وظیفه‌اش را در سوار نظام انجام داده است. از لای در کوتاه اتاق
در حالی که پیشانیش به سردر سنگی می‌خورد، با چشم خندان و جبین پرچین به من نگاه می‌کند. این تصویر عیناً در ذهن من مانده است، چون آن پسر بچه که روی تخت خواب دراز کشیده منم و عمو هم که بر آستانه در ایستاده است منم. آن وقت عمو ساموئل تقریباً با یک سال اختلاف سن و سال حالای مرا داشت و همه بر این گفته متفقند که من به او بسیار شبیهم و در این صحنه که حرف بسیار کم رد و بدل شده است به نظرم می آید که پسر بچه را که خودم بودم روبرو با مردی می بینم که حالا شده ام. با تصویری که از عمو ساموئل می سازم در واقع تصویر خودم را به دست می دهم. قد و بالایی دارد، بلند تر از متوسط، بسیار درشت است و چهار شانه، اما کمرش باریک است، صورتش چهار گوش است و پوست چهرهش آفتاب سوخته، ابروهایش سیاه است و چشمانش آبی. در مالژاک مردم در باره جزئی ترین شایعه ای از صبح تا غروب حرف می زنند، اما عمو وقتی حرفی برای گفتن ندارد حرف نمی زند و وقتی هم حرف می زند مختصر و مفید و بی هیچ شاخ و برگی یک راست به اصل مطلب می پردازد. در حرکاتش نیز به همان اندازه مقتصد است. آنچه در وجود او خوشم می آید وقار و متانتش است، چون در خانواده من از پدر گرفته تا مادر و خواهرانم همه با رفته و شلند، فکرشان مقشوش است و حرفشان رود درازی یاوه. روح فعالیتی را نیست که در عمویم هست تحسین می کنم. او ملک خود را به حد اعلا آباد کرده است. یک شاخه از رودخانه ای را که در دره رون جاری است به نهرهایی تقسیم کرده است و در آنها ماهی قزلالا پرورش می دهد. 20 کندویی هم برای پرورش زنبور عسل گذاشته است. حتی یک دستگاه کنتور گیگر دست دوم هم خریده است تا در سنگهای آتش فشانی که در یکی از دامنهای تپه ملکش فراوان است به اکتشاف اورانیوم بپردازد. توضیح: کنتور گیگر دستگاهی است برقی که معدنچیان از آن برای یافتن رگه‌های معدن استفاده می‌کنند. مترجم ادامه داستان: و از وقتی که احداث مراتع و تأسیس مراکز مسابقات اسب دوانی کم کم در همه جا رواج یافته است، عمو مادگاوهای خودش را فروخته و به جای آنها اسب خریده است. عمو میگوید: میدانستم که تو را در اینجا پیدا میکنم. من ساکت به او نگاه میکنم، اما من و او هر دو معنی نگاه هم را می فهمیم. در جواب سکوت من می گوید: از روی تخته ها. بله، آن تخته ها را که تو در تابستان گذشته از انبار من برداشتی نتوانسته بودی به دوش حمل کنی، ناچار روی زمین کشیده بودی و من از رد آن تخته ها به دنبال تو آمدم. عجب، پس یک سال بود که عمو می دانست و هرگز به هیچ کس حتی به خود من چیزی در این باب نگفته بود. عمو باز گفت: من بررسی کردم، مزغلهای برج سردر محکمند و دیگر چیزی از آنجا نخواهد افتاد. سرتاپایم را احساس حق‌شناسی فرا می گیرد. پس عمو از دور و بی آنکه به خود من چیزی بگوید یا مزاحمم بشود در فکر تأمین جان من بوده است. نگاهش میکنم، اما او از نگاه من میگریزد و نمیخواهد حال تأثر پیدا کند. یکی از چارپایه ها را بر میدارد و پس از حصول اطمینان از اینکه محکم است روی آن مینشیند و مثل اینکه سوار اسب باشد پاهایش را از دو طرف باز میکند. سپس چهار نعل می تازد و یک راست به اصل مطلب می پردازد. گوش کن امانوئل، آنها چیزی از بابت رفتن تو به کسی نگفتند و
به ژاندارم‌ها هم خبر ندادند. لبخندی خفیف رد و بدل می شود. سپس باز ادامه می دهد. تو از ترسی که از حرف مردم باید داشت آگاهی. بنابراین پیشنهادی که به تو می کنم این است که تو را تا آخر تعطیلات به خانه خودم ببرم. وقتی هم مدرسه ها باز شد مسئله ای در بین نخواهد بود و تو به پانسیون لاروک می روی. سکوتی در میانه حکم فرما می شود. من می گویم پس شنبه ها و یک شنبه ها چه؟ چشمان عمویم برق می زند. من هم مثل او کلمات کوتاه به کار بردم. حال که در خیال به مدرسه برگشتم معنیش این است که می پذیرم تعطیلات را در خانه او بگذرانم. به لحنی سریع و حرکتی قاطع می گوید باز در خانه من اگر دلت بخواهد. باز سکوتی کوتاه. گاه گاه هم با نهاری یا شامی در گرانجپورت. و همین برای مادر با عاطفه من کافی است که ظواهر را حفظ کند. به خوبی می‌بینم که این ترتیب به صلاح همه است. عمو با حرکتی تند از جا برمی‌خیزد و می‌گوید: خب، پس اگر قبول داری کوله پشتیت را می‌بندی و در دره رون آنجا که علوفه برای مالهایم جمع می‌کنم به من ملحق می‌شوی. عمو رفته است و من کوله پشتیم را می‌بندم. پس از عبور از تونل لای خارها و از سیمهای خاردار با دوچرخم از بستر نهر قدیمی که کوه سنگی قلعه مالویل را از تپه مسطح ملکی عمویم جدا می کند سرازیر می شدم و بسیار خوشحالم از این که از غارم بیرون آمدم. درختانی که همه جا مابین دیوارهای روبه خرابی رویدند با سایه خود فضا را تاریک کردند، اما همین که به فضای باز و روشن دره رون میرسم نفسی میکشم. این آخرین خورشید است. خورشید بین ماه ششم و هفتم سال و زیباترین خورشید هاست. من این نکته را از وقتی که عمویم متوجهم کرده است میدانم. هوا نشانی از لطافت دارد، چمنها سبزتر، سایه ها درازتر و روشنایی زرینتر است. من به طرف تراکتور قرمز رنگ عمو میرانم. در عقب تراکتور یدک آن است و توده عظیم علف زرد رنگ. دورترک در خط موازی سپیدارهای رویده در امتداد دره رون هستند، با آن برگ‌های خاکی نقره‌فامشان که با نسیم می‌رقصند. از صدایی که برگ‌ها می‌کنند خوشم می‌آید. گویی باران ریزی است که می‌بارد. عمو بی آنکه یک کلمه حرف بزند، دوچرخه مرا برمی‌دارد و آن را با طنابی روی توده علف‌ها می‌بندد. پشت فرمان تراکتور می‌نشیند و من هم روی گلگیر آن. نه حرفی رد و بدل می شود و نه حتی نگاهی، اما از دست عمو که کمی می لرزد حدس می زنم که چون از خاله لاغر من بچه دار نشده چقدر خوشحال است از اینکه پسری پیدا کرده است و دارد او را با خود به هفت چناران می برد. لامنو بر آستانه در خانه منتظر من است و بازوان استخوانیش را بر سینه بی پستانش صلیب وار در هم انداخته است. لبخندی کله ریز چون سر مردش را چین می اندازد. علاقه او به من با نفرتی که از مادرم دارد مضاعف شده است. نفرتی که در حیات خاله‌ام از او هم داشت. و تصور کنید که لامنو هم خوابه عموست. کلفتش هم نیست. زنک مختصر ملکی دارد که عمو علفهای آن را برای او درو می کند. او هم خانه عمو را راه می برد و خورد و خوراکش هم با عموست. لامنو مظهر لاغری هم هست، اما یک لاغری شاد و زنده. هیچ وقت آه و ناله نمی کند. اعتراض می کند. آن هم با حرارت. با جامه های سیاهش روی هم رفته 40 کیلو وزن دارد. اما
آن چشم ریز و سیاهش در آن حدقه گود رفته از عشق به زندگی می درخشد. صرف نظر از سوابق جوانیش مظهر تقواست، خاصه که فضیلت صرفه‌جویی را نیز بر آن افزوده است. عمو می گوید از فرط صرفه‌جویی و امساک در گوشت آوردن حالا دیگر کون نشستن هم ندارد. در کار کردن نیز عجوبه است. بازوهایش مثل چوب کبریت است، اما وقتی باغ انگورش را هرس می کند بیا و ببین که چطور کار را می خورد. و در آن موقع که سرگرم کار است، یگان پسرش مومو که دارد پا به 18 سال عمرش می گذارد، قطار کوچکی را به نخی بسته است و می کشد و به تقلید از صدای قطار تت 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 می کند. لامنو برای آنکه نمکی به زندگی بدهد دائم با عمو در بگو مگوست. با این وصف عمو جان خدای اوست، من هم در این الوهیت شریکم. لامنو برای پذیرایی از من در 7 چناران شامی تهیه دیده است که آدم ناچار باید کمربندش را شل کند و بخورد، و این شام را با این شیطنت تکمیل کرده که دست آخر کیک گنده‌ای هم سر سفره می آورد. من اگر فیلمبردار بودم تصویر بزرگی از این کیک نشان می دادم و با شگرد‌های فیلمبرداری به تدریج آن را محو می کردم و به گذشته، یعنی به تابستان قبل سال 1947 که مرز دیگری از زندگی است، پیوند می داد. 11 سال دارم، عاشق آدلائید می شوم، گروه را در مالویل مستقر می سازم و طریقه تازه‌ای برای مواجه شدن با مذهب می اندیشم. من پیش از این از نقش سقط فروش مالژاک در بیداری خود سخن گفتم. او 30 سال دارد و جا افتادگیش مسحورم می کند. لازم است بگویم که امروز نیز با وجود آن همه تجارب زبد و نقیض که در زندگی پیدا کرده ام، از برکت وجود اوست که من همچنان نیکی و فربهی را یکی می دانم و به سابقه آن کس که شما می شناسید لاغری و بدقلبی را مترادف می شمارم. حیف که این مسئله موضوع بحث من نیست، و الا دوست داشتم تمام آن تبها را با همه زیر و بمهای آن نقل کنم. وقتی پدر روحانی لوبا که کم کم از استفاده‌ای که ما از مواهب ذاتی خود می کنیم نگران شده است و در درس شرعیات از گناه جسمانی با ما سخن می گوید، من که سرتاپا عصب و عضلم نمی توانم باور کنم منظور او از جسمی که می گوید جسم من باشد. اصطلاحی را که او به کار برده است برای آدلائید نقل می کنم و مفهوم گناه به نظرم لذت بخش می آید. حتی ناراحت نمی شوم از اینکه بت عیار من با اینکه اندام درشت و گوشت سفتی دارد به سستی بندلیفه مشهور باشد. برعکس آن را برای آینده خود به فال نیک می گیرم. هرچند تعداد سالهایی که لازم است جوجه خروسی خروس بشود به نظرم بسیار طولانی می آید. آوریل 1970 مرز بعدی زندگی من است. یک خیز 20 ساله برداشتم. ناراحتم از این که شلوارهای کوتاه هم را باید کنار بگذارم و شلوارهای بلند که علامت مرد شدن است بپوشم. حالا 34 سال دارم و مدیر مدرسه مالژاک هستم و اینک روبروی من عمو جان در آشپزخانه‌اش نشسته است و پیپش را می کشد. کار اسبداریش خوب و حتی بهتر از خوب پیشرفت دارد. برای توسعه آن در صدد است زمین بخرد و برای زمین‌های مناسبی که پیدا می‌کند صاحبان آنها به صرف اینکه
عمو را ثروتمند تصور می کنند دو برابر قیمت مطالبه می کنند. یک بار خودش به من گفت مثلا همین زمین آقای برتو، تو که برتو را می شناسی، این مردک 2 سال است که مرا سر می دواند، فقط برای اینکه هرچه بتواند بیشتر مرا تیغ بزند. تازه من شاشیدم به مزرعه این مردکه، من آنجا را فقط از این جهت که جای بهتری گیر نمی آید در نظر داشتم، اما امانوئل، جایی که خوب بود مال من می شد مال ویل است. مال ویل؟ عمو می گوید بله مال ویل. با تعجب می گویم ولی آخر مال ویل چیزی به جز بیشه و خرابه نیست. عمو می گوید آه نگو نگو، من باید به تو حالی کنم که مال ویل چیست. مال ویل یعنی 65 هکتار زمین درجه 1 که 50 سال نمی شود سطح آن از قلمستان پوشیده شده است. در زمان حیات بابا بزرگ من مال ویل مهستانی بود که بهترین شراب این منطقه از آنجا به دست می آمد. مسلماً در آنجا همه چیز را باید از نو کاشت، ولی زمین آن که سر جای خودش باقی است. به علاوه مالویل سردابی دارد که لنگه آن در تمام مالجاک پیدا نمی شود. تاق ضربی دارد و خنک است و به اندازه حیات سرپوشیده مدرسه وسیع. مالویل دیوار مستحکم حصار مانندی است که تو می توانی با تکیه به آن و با سنگهای تراش که در آنجا فراوان و سهل الوصول است، انبارهای متعدد و استبل و جایگاه‌های انفرادی برای اسب‌ها بسازی. علاوه مالویل همین بغل دست ماست، چسبیده به 7 چناران. و بعد مثل اینکه قلعه مالویل سابقا به مزرعه 7 چناران تعلق داشته است، به لحنی که ناخودآگاه شوخ است به گفته می افزاید اصلا مثل اینکه قلعه اعیانی مزرعه است. اینک بعد از غذای عصرانه است، عمو نه در پشت میز آشپزخانه بلکه به موازات آن نشسته است و دارد به پیپش پک می زند و کمربندش را روی شکم لاغرش یک سوراخ گشادتر کرده است. من دارم به او نگاه میکنم و او بیان که نگاه هم کند این حدس را زده است. میگوید آه بله دیگر، من خودم کار را خراب کردم. باز به پیپش پک میزند و میافزاید من به گریمو بددهنی کردم. میپرسم گریمو که باشد؟ میگوید گریمو مباشر جناب کنت است، چون کنت که خودش در پاریس زندگی می کرد از او حرف شنوی داشت و بی صلاح دید او هیچ کاری نمی کرد. مردک از من رشوه می خواست و اسم این را می گذاشت حق و زحمه مذاکره. گفتم چه تعبیر بامزه ای. عمو می گوید به نظر تو هم این طور می آید و به پیپش پک می زند. می پرسم رقم درشت بود؟ میگوید 2 میلیون. میگویم اوهو. میگوید بله رقم کوچکی نبود، ولی میشد چانه زد. به جای این کار من عین ماجرا را به کنت نوشتم و کنت احمق هم نامه مرا عیناً به گریمو ارجاع کرد. آن وقت گریمو آمد و از من گله کرد. عمو آهی می کشد که با دود پیپش مخلوط می شود. سپس می گوید اشتباه دوم من که جبران پذیر نیست این است که من به آقای گریمو بد و بیراه گفتم. می بینی که همین خود دلیل است بر این که آدم در 60 سالگی هم کار احمقانه می کند. از من به تو نصیحت امانوئل، در کار داد و ستد هیچ وقت نباید به کسی بددهنی کرد، حتی به یک کلاهبردار، چون کلاهبردار هم با همه دزد و دغل بودنش برای خودش حیثیتی دارد و شخصیتی. از آن روز به بعد گریمو
روی اسم من قلم کشید. من دو بار دیگر به کنت نامه نوشتم ولی او جواب نداد. سکوتی برقرار می شود. من عمو را خوب می شناسم و می دانم از آن آدم ها نیست که بشود با حرف در غم و غصه های درونیش شریک شد. هیچ دوست ندارد که کسی به حالش دلسوزی کند. شانهایش را تکان می دهد. پاهایش را روی صندلی دراز می کند. شست دست چپش را به کمربندش گلاب می کند و باز می گوید به هر حال کار خراب شد که شد، ولی این مهم نیست، چون من بدون مالویل هم می توانم زندگی کنم و بد هم نمی گذرانم، به قدر کافی پول در می آورم، به خصوص که هرچه هم دلم بخواهد می کنم. خدا را شکر که بالا دست خود و همتراز خود کسی را ندارم که به من بگوید بالای چشمت ابروست، و معتقدم که زندگی بسیار شیرین و جالب است و چون از سلامت کامل برخوردارم مطمئنم که 20 سال دیگر باز به همین خوبی زندگی خواهم کرد، زیاد بر این هم نمیخواهم. ظاهراً زیاده بود. این گفتگو در عصر یک شنبه روزی اتفاق افتاد که یک شنبه بعد که عمو به اتفاق پدر و مادر من از تماشای مسابقه فوتبال از لاروک برمیگشتند، هر سه در یک تصادف اتومبیل کشته شدند. از مالژاک به لاروک بیش از 15 کیلومتر راه نیست، ولی همین فاصله کوتاه کفایت کرده بود برای اینکه یک اتومبیل اتوکار ماشین کوچک را که عمو و پدر و مادر من در آن سوار بودند به درختی بکوبد و له کند. قاعدتا عموی من میبایست با رفقای خودش و با اتومبیل پژو کهنه خودش به تماشای مسابقه رفته باشد، ولی آن روز اتومبیل او در گاراژ در دست تعمیر بود و کامیون کوچک سیتروئنش هم که با آن اسب حمل می‌کرد در خانه نبود، چون یکی از مشتریانش به اصرار از او خواسته بود که در همان روز یک شنبه به او اسب تحویل بدهند. من هم می‌بایست در آن اتومبیل بوده باشم، اما چون یکی از شاگردان بزرگ سال من همان روز صبح بد جوری از موتورسیکلت افتاده و در بیمارستان بستری شده بود، بعد از ظهر به شهر رفته بودم تا به عیادت او به بیمارستان برم. اگر کشیش لوبا آن روز در قید حیات بود حتما می گفت امانوئل، این فقط تفضل الهی بود که تو را نجات داد. بله، ولی چرا من یکی را؟ بدی اینجور بحث ها این است که حل مسئله را بیشتر به تعویق می اندازد. پس بهتران که آدم چیزی نگوید. لیکن این درست همان کاری است که نمی توان کرد. واقعه بسیار بی‌معنی است و در این حال هوس آدم برای درک علت آن شدید. هر سه جسد له شده را به 7 چناران آوردند و من به انتظار رسیدن خواهرانم به اتفاق لامنو به پاسداری جنازه ها نشستیم. شب زنده‌داری بیان که قطره اشکی بریزیم در سکوت مطلق گذشت و مومو هم که در گوشه ای از اتاق روی زمین نشسته بود در جواب هر سؤالی که از او می شد نهی می گفت. شب دیر وقت بود که اسب ها شروع به شیه زدن کردند. مومو فراموش کرده بود جوی آنها را بدهد. لامنو نگاهی به پسرش کرد، اما او با اشاره سر و با حالتی وحشیانه جواب منفی داد. من از جا برخاستم و کار پخش جیره جوی اسب‌ها را انجام دادم. به محض برگشتن به درون اتاق مرده‌ها می‌بینم که خواهرانم با اتومبیل از مرکز بخش رسیدند.
حاضر شدن آنها به این دست به نقدی اسباب تعجب من شده و از آن بیشتر طرز لباس پوشیدنشان. هر دو از سر تا پا سیاه پوشیدند، چنان که گویی از خیلی پیش مرگ کسان خود را پیش بینی کرده بودند. همین که از در مزرعه هفت چناران پا به درون می‌گذارند، قبل از آن که کلاه و تور صورتشان را بردارند، سیل اشک و حرف است که از چشم و دهانشان بیرون می‌جهد و مثل زنبورهایی که در شیشه‌ای محبوس مانده باشند شروع به وزوز می‌کنند. هر دو ادا و اطواری از خود در می‌آورند که مرا عصبانی می‌کند. هر کدام به نوبه منعکس کننده صدای آن دیگری است. هر چه پولت می‌گوید پلاژی تکرار می‌کند و بالعکس، و هر سؤالی که پلاژی می‌کند پولت دوباره می‌پرسد. چیزی محوّع‌تر از این نیست که آدم حرف‌های احمقانه‌ای را پشت سر هم با دو تعبیر مختلف بشنود. از طرفی هر دو به هم شبیهند، هر دو نازک نارنجی و نونورند، موهای هر دو هم خرمایی است که حلقه حلقه آراستند و از سیمای هر دو هم لطف و صفایی دروغین ساطع است. میگویم دروغین چون در زیر آن ظاهر گوسفند نماشان تلخی و بدجنسی کم نیست. از شیون و زاری و وراجی آنها هرچه بگویم کم گفتم. ضمن گریه حرفهایی چنان احمقانه و مضحک می زدند که نگو. در عین ماتم و عزا همه ی فکر و ذکرشان بر این مسئله دور می زد که نکند من کلید خانه پدری را به کسی داده و به او دستور داده باشم که چیزهایی از آنجا بیرون بیاورد. در آن لحظه اگر کسی قلب ایشان را می شکافت، عکس کلید خانه مزرعه گرانج فورت را درست و اندازه طبیعی در آنها نقش می‌دید. هر دو بو بردند که کلید پیش من است، ولی نمی‌دانند به چه بهانه‌ای آن را از من مطالبه کنند. مسلماً که نمی‌توانند مواظبت از حیوان‌ها را بهانه کنند. و من که دیگر از ناله و زاری آنها زله شده هم، بی مقدمه چینی و بیان که صدا بلند کنم، نوکشان را می چینم و می گویم شما که پدر را می شناختید، او ممکن نبود به تماشای مسابقه فوتبالی برود و در همه اتاقها را قفل نکند. وقتی جنازه‌اش را آوردند من کلید را در جیبهای او پیدا کردم. سپس در حالی که روی کلمه به کلمه ی حرفهای خود تکیه می کنم ادامه می دهم، بله، من کلید را برداشتم و از لحظه ای که جنازه ها را به اینجا آورده اند از جای خود تکان نخوردم. اینجا همه حاضرند حرفهای مرا تصدیق کنند. و اما راجع به رفتن به گرانج فورت، پس فردا که مراسم تشییع جنازه تمام شد هر سه با هم با آنجا خواهیم رفت. باز در آن جامه‌ها و توری‌های سیاه قیل و قالی راه می‌اندازند که آن سرش ناپیداست و می‌گویند اختیار داری امانوئل، اختیار داری، ما همه تو را می‌شناسیم و به تو اعتماد داریم. تو خیال می‌کنی که ما به فکر کلید بودیم، آن هم در چنین موقعیتی؟ فردای آن روز مراسم تشییع و به خاک سپردن جنازه ها انجام گرفت.